فوش خار و مادر پویان مختاری و نیلی افشار به هم به این دلیل که پویان به نیلی پیشنهاد داد که بیاد با دوتا دوست دختر دیگرش با هم به صورت گروپ کارای اداری انجام بدن. میگیرم دولنگ تو هوا میکنم و گوه اضافه نخور خار کسته کیرم تو قبر مرده و زندت یهو میپیچم به پرباد بد هم میپیچم و کسکش ان همین چند روز پیش تو فرود تاتوهای جدید سحر قریشی که دیگه کاملا داره شبیه امیر تتلو میشه و واکنش جنجالی تیم امیر تتلو به حرکتی که شایعه زد. از شمایی که داری پشت برای مادر خودت میخری آقا محمدرضا میفهمی؟ یعنی شمایی که داری سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب در ابتدا بریم سراغ دعوای جدید پویان مختاری با نیلی افشار. ماجرا از این قراره که پویان مختاری که الان چند تا دوست دختر داره و توی کشورهای مختلف در حال خوشگذرانیه اومد و توی چنل تلگرامش نوشت من الان دوتا دوست دختر دارم ولی میخوام سه تا داشته باشم که یه تیم قوی تشکیل بدم. نیلی میتونه برگرده چون سخت بخوام به یه شخص جدید اعتماد کنم. اگه بخواد برگرده زود باید تصمیم بگیره که بیارمش. در غیر این صورت شانسشو از دست میده. واسه کارهایی که میخوام بکنم نمیتونم توضیحی بدم چون لو میره و کپی میکنن بقیه. واسه همین سربسته گفتم اینجا و این شانس رو دادم. دیگه حالا انتخاب با خودشه. بله و اما بعد از این بود که نیلی به این صحبتای پویان واکنش نشون داد و نوشت وقتی با یکی میری تو رابطه و بعد از تمام شدن اون رابطه وقتی حتی اسم طرف که میاد حالت بد میشه و سعی میکنی فرار کنی دیگه راه برگشتی نمیمونه چون فقط و فقط خاطره بد یادت میاد. حالت به هم میخوره از آدمی که ازت ساخته بوده. من زمانی که از رابطم جدا شدم به خاطر کثافتکاری و هرزه پریدن شریک رابطم بوده. من اهل این روابط نیستم آقای محترم. شما رو هم یه آدم ببخشید خیلی هرزه و کثیف و بی جنبه میدونم که تا به جایی رسید از خودش و اصالتش خارج شده وگرنه رونالدو هم از صفر رسید به همه جا. این مغز منه و با این مغز و طرز فکر حالم خوبه و بهترینا رو رقم میزنم واسه خودم. احتیاجی به هرزه ای مثل تو ندارم که پیشنهاد هرزه‌گریم به من میدی. خدا رو شکر مثل تو نیستم و نخواهم شد تا آخر عمرم. پس به سلامت. حتی دیگه فکرشم نکن که سایه منو ببینی چه برسه خودم. همیشه دنبال درستی بودم تو زندگیم. الان دیگه نزدیک 30 سالم داره میشه. مطمئنن اشتباهی که تو 25 سالگی کردم و الان نمی کنم. پس شانسی که میخوای بدی که من بیام تو رابطه 4 نفره رو لوله کن و بکن تو مغز خودت چون من مثل تو هرزه نیستم. 2 سال گذشت دیگه بابا. حتی اندازه پشمکم واسه من ارزش ندارن. من تو این 2 ساله که تنها خودم بودم و خودم به تنهایی خودم رو جمع و جور کردم. حال خودم رو خوب کردم. حتی خودم به تنهایی پول درآوردم. از پس روزای سختم که هنوز از رابطه قبلی به جا مونده بر اومدم. پس الانم به تنهایی اونقدر قدرتمند هستم و بیشتر از اینا میشم که دیگه باید از بالا به پایین بهشون نگاه کنم و توف بندازم روشون. بله و اما بعدشم پویان مختاری به این صحبتای نیلی واکنش نشون داد و گفت بابا ان همین الان نفس میکشه سر حساب من خار کسته اونجا گوه نخور مادر چنده کثیف مادر قهوه میگیرم دولنگ تو هوا میکنم و گوه اضافه نخور خار کسته کیرم تو قبر مرده و زندت یهو میپیچم به پرباد بد هم میپیچم و کسکش ان همین چند روز پیش تو فرودگاه دبی دیگه از حرف نزنیم انت بوش میخوره به ما خار کسته برو گوتو بخور بین آموز خار کسته یه قاطع کنم میرینم یه جوری چیزت میکنم که تا آخر هم نتونی بلند شیم خار کسته. بله خلاصه اینم از درگیری شدید نیلی و پویان مختاری.
و ما از این درگیری ها که بگذریم میرسیم به تتوهای جدید سهر قریشی که داره کاملا خودشو شبیه امیر تتلو درست میکنه و تموم پاها و دستشو تتو زده. بله همونطور که میبینید و توی این فیلم ها مشخصه سهر قریشی تتوهای زیادی زده و باید دید که در ادامه صورتشو هم تتو میزنه یا نه. ولی خب دیگه فکر نکنم با این تتوها بخواد توی سینما فعالیت کنه و البته تتلو هم به این موضوع اشاره کرده بود که خود سهر قریشی دوست داره که تتو بزنه و هیچ اصرار و حتی پیشنهادی برای زدن تتو بهش نمیشه، اما خودش خواسته که بین سینما و تتلو اونو انتخاب کنه. و اما از اون طرف هم بعد از درگیری دیشب تیم شایع با امیر تتلو، تیم تتلو هم به این ماجرا واکنش نشون داد و علی لطیفی که اسپانسر محمد رضا شایع بود هم در مورد این ماجرا گفت: هرچی میگیم آقا اتحاد، هرچی موزیک میذاریم، هرچی مثلا پشت پرده روی پرده رو باید بکنم تو حلقت، چیکار باید بکنم دوباره؟ خب تو خودت داره میخاری دیگه، من رضا خودت داره کونت میخاره الان، از شمایی که داری پشت برای مادر خودت میخری آقا محمد رضا، فهمیدی؟ یعنی شمایی که داری برای حرمت خودت ارزش و احترام قائل نمیشی، شمایی که اینقدر بیشعوری و شمایی که اینقدر خودت رو کسی میدونی. باز برمیگردیم سر خونه ام، من واقعا متاسفم برای آقای محمد رضا شایع که وقتی یه آدمی مثل امیر تتلو بهش اینقدر احترام میذاره و به خاطر اشتباهش عذرخواهی میکنه، اون واکنشی نداره و باز باورش میشه که آره من فلان، من نه دیگه، نه اینجوری نیست و حد خودمون رو همه با هم بدونیم. من خودم علی هیچ حدی اصلا تو رپ فارسی نه کاری هم نبوده، اصلا هیچی نبوده، رفیقتون بوده، الانم با کسی مشکلی نداره. خب ولی بحث اینه که دیگه شما احترام بزرگتر کوچکتری هم سرتون نمیشه، احترام طرفدار یارو هم سرتون نمیشه، احترام هیچی سرتون نمیشه. کی چون بالاخره ایران هم مملکت قانونداری داداش، منتظر باش که من تمام حقوق مالی خودم رو واقعا دیگه این با یه فصل سکوت کردم به خاطر اینکه اتحاد چه شما مال اتحاد نیستی آقا عرضه داره، ایتایه جایی این آقا عرضه و تو خودت شخصیتش رو نداری. ایتایه جایی فهم کردم مشکل منم، خب واقعا برای همین رفتم که نگفتم شاید مثلا مشکل منم، مشکل اینه که من مثلا اینجوری بوده اونجوری بوده اینجوری بوده، با تو بودم مثلا کار میکردیم با هم دیگه، دوست بودیم، رفاقت داشتیم، بالاخره نون نمک هم دیگه رو خوردیم، بالاخره خونت اومدم، بالاخره چهار تا کار برای هم کردیم، حالا من کار نهم شما فقط زحمت بودی ها عمرزا، ولی دیگه خودتو دادی دست شنبلیله تا ته، حالا خودت تا ته همون شنبلیله توت داداش. بله اینم از صحبت‌های ایشون. حالا در کل نظر شما در مورد این ماجرا چیه؟ و همچنین نظرتون در مورد دعوای پویان مختاری و نیلی چیه؟ به نظرتون حق با کیه؟ حتما نظرتون رو تو قسمت کامنت برام بنویسید و اگه امکانش هست کامنت انگلیسی هم بذارین. خلاصه اینم از ویدیوی امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و بکوبید و سابسکرایب، یادتون نرو نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که هم من رو میخونم و تا جایی که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی بدرود.